درود دوستای خوبم، هنگامه هستم. باش پس خونی من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه، خیلی خیلی خوب باشید. امروز اومدم چی درست کنم براتون؟ اومدم کیک قیسی درست کنم. البته بگم یه خود صدام گرفته، دوباره سرما خوردم. کیک قیسی یا زردالو فرق نمی کنه. اینجا چون زردالو نداریم قیسیه فقط، ولی تو ایران هم زردالو دارید هم قیسی دارید، میتونید از هر دو میوه استفاده کنید. خیلی کیک خوشمزه‌ایه. بریم با هم درستش کنیم. قبل از دیدن ویدیو هم ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بریم با هم این کیک خوشمزه رو درست کنیم. خب دوستان، برای درست کردن این کیک قیسی خوشمزه، اول از همه 60 گرم کره‌ای که به دمای محیط رسیده می‌بینی کامل نرم شده، بهش 160 گرم شکر اضافه می‌کنم، اندازه 2/3 پیمانه شکره. هم گرم میگم هم پیمانه میگم، دوستان دیگه مشکل نداشته باشن. حالا اینو اندازه 4-5 دقیقه میزنم تا حالت کرم رنگ و پفکی بشه. خب حالا بعد از 4-5 دقیقه زدم، بهش 100 گرم روغن مایه اضافه میکنم. در حد 1 دقیقه دوباره هم میزنم با دوره متوسط همزن. خب نگاه کنید به این حالت در مد وقتی روغن مایه رو بهش اضافه کردم. حالا 3 تا تخم مرغ دارم. 3 تا تخم مرغ رو دونه به دونه بهش اضافه میکنم، یه دونه یه دونه. بعد تخم مرغ اول رو که اضافه کردم، بهش نصف قاشق چایخوری وانیل شکری، یه قاشق چایخوری پودر دارچین اضافه میکنم. هر تخم مرغ رو گفتم یه دقیقه هم میزنم. خب دوستان، بعد که 3 تا تخم مرغ هم زدم و هم زدم، حالا اندازه 200 گرم ماست بهش اضافه میکنم، ماست شیرین. بعد 200 گرم تقریبا 1 پیمانه ماسته. اینم در حد 30 ثانیه هم میزنم که در حد مخلوط شدن هم بخوره. خب بچه ها، اندازه 270 گرم آرد دارم اینجا، علکش کردم. بعد میشه معادل 2 تا پیمانه آرد. بهش اندازه 1 قاشق مرباخوری هم بیکینگ پودر اضافه میکنم. بعد کم کم توی چند مرحله، توی 3 مرحله آردم رو به مایه کیکم اضافه میکنم. حتما قبلش آردتون رو علک کنید. حالا با همزن دستی یا با دور کنده همزن برقی میتونید هم بزنید. خب دوستان، آردم رو توی 3 مرحله اضافه کردم. غلظت مواد رو ببینید، تقریبا یه مایه کیک غلیظ دارم. حالا اندازه 200 تا 250 گرم قیسی که خوردش کردم، هستش رو گرفتم خوردش کردم، تقریبا میشه میبینید اندازه یه پیمانه قیسی خورد شده است، بهش اضافه میکنم. در حد زیرو رو کردنش یه کوچولو همش میزنم که میوه ها با مایه کیکم هم بخور. حالا مایه کیکم رو میریزم داخل قالبه، تقریبا 20 تا 25 سانتی متر قالب کیکتون انتخاب کنید. نگاه کنید، من زیرش رو چرب کردم، بذار اولی نشون بدم. زیرش رو چرب کردم، کاغذ روغنیم رو انداختم، یه کاغذ مخصوص آشپزی روشم یه مقدار چرب کردم، بعد مایه کیکم رو میریزم روش. خب مواد کیکم ریختم توی قالبم، چون ماده مواد کیکم رو یکم غلیظه، با بیسکتون خودتون صافش کنید روشو. بعد به سلیقه خودتون، من الان روش یه مقدار قیسی دونیم شده میذارم، اون دیگه سلیقه شماست. یه مقدار برای دیزاین روش این کار رو انجام بدید، خب غالبا ظاهر کیکتون خیلی شیکتر میشه. خب بچه ها، حالا ما یه کیک هم میذارم داخل فر 180 درجه که از قبل گرمش کردم، یعنی اندازه 20 دقیقه قبل روشنش کردم کامل گرم شده، اندازه 45 دقیقه تا 1 ساعت بسته به دمای فرتون، بعدش هم که نشون میدم پخته شده شده. خب دوستان، کیک خوشمزه‌مو پختش، گفتم اندازه 45 دقیقه تا 1 ساعت داخل فر میمونه، بعد دیگه روشم کامل برشته شده، یعنی خودتون بسته به دمای فرتون اندازه‌شو نگاه کنید. من براتون برش میذارم، داخلش رو هم نشون میدم. خب دوستان، اینم بافت داخل کیکمون، خیلی هم شیک هم خیلی خوشمزه است. خب دوستان، امروزم خیلی ساده و شیک با هم دیگه یه شیرینی خوشمزه درست کردیم، کیک درست کردیم. فصل این میوه است، بهتون توصیه میکنم حتما درست کنید که طعمش هم فوق العاده خوشمزه است، مخصوصا اگه طعم دارچین هم که دوست دارید، که خیلی کیک مناسبیه. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، کامنت هم حتما برام بذارید، چون خیلی مهمه که نظراتتون رو بدونم.
پیج اینستاگرامم رو هم فالو کنید، اونجا هم کلی کلی مطالب مفید میذارم براتون. مرسی، کلی هم مراقب خودتون باشید. ویدیوی بعد هم دیگر می‌بینیم.